خشایارشاه بزرگ کلن 20 سال حکومت کرد. تو آخرین سالهای پادشاهی خودش، یعنی بعد از تموم شدن جنگ با یونان، تونست به جز بزرگتر کردن و اضافه کردن به بناهای تخت جمشید کار دیگه ای انجام بده. البته همه توان و انرژی خودش رو صرف خونسا کردن و حلق پس کردن دسیسه های زشت درباریان خودش میکرد و این کار باعث مرگ با زلالت برای اون شد. در سال 465 قبل از میلاد، آرتابان فرمانده نیروهای گارد شاهی که مورد اعتماد خود خشایارشاه بود و از افراد بانفوذ دربار بود که در نواحی دریای خزر متولد شده بود، تصمیم کشتن خشایارشاه رو گرفت و گرفتن سلطنت از اون. خواجه حرمسرا که خیلی مورد اعتماد خشایارشاه بود، از اقوام آرتابانوس بود و اونها نقشه قتل رو با همدیگه کشیدن. در نتیجه خواجه امکان ورود آرتابانوس رو مهیا میکنه و آرتابانوس خشایارشاه رو به قتل میرسونه و آرتابانوس بعد از قتل خشایارشاه به سمت پسرای اون رفت. داریوش پسر بزرگ خشایار و اردشیر در کاخ سلطنتی بودن. پسر سوم گشتاسه در استان تحت حکومت خودش، یعنی بلخ بود. آرتابانوس به اردشیر میگه که داریوش خشایار رو به قتل رسونده و میخواد خودش پادشاه ایران بشه. آرتابانوس به اردشیر گوشزد میکنه که اون بیتفاوت نمونه و خودش رو برده داریوش نکنه و نذاره داریوش به قدرت برسه و به اردشیر قول میده که برای مجازات داریوش گارد محافظ رو در اختیار اون بذاره. اردشیر حرفای آرتابانوس رو باور میکنه و داریوش برادر خودش رو به قتل میرسونه. آرتابانوس از این قضیه خوشحال میشه و به پسرهای خودش نوید پادشاه شدن رو میده. بعد از کشتن داریوش، آرتابانوس در خفا به اردشیر حمله میکنه، ولی به خاطر قدرتمند بودن اردشیر از فرمانده گارد سلطنتی با وجود زخمای کاری که به اردشیر وارد میشد، اردشیر گردن آرتابانوس رو قطع میکنه و انتقام پدر و برادر خودش رو میگیره. و اما به محض رسیدن خبر به یونانی ها، اونها مرگ خشایارشاه رو به نحو دیگه نوشتن و چون دل خوشی از اون نداشتن، اغراقاتی رو به اون اضافه کردن و چون مدرک و سند کافی از نحوه کشته شدن خشایارشاه در دسترس نیست، به ناچار کتیبه های بابلی ها و چند کتیبه دیگر رو سند قرار میدیم و با تکیه به نوشته های تاریخ نویس رومی پومپیوس و کتزیاس یونانی تقریبا اینو فهمید که خشایارشاه در سال 465 کشته شد و اردشیر پسر اون به حکم